سلام دوست عزیز، رضا هستم. امیدوار هستم که ساعتتون جور باشه. به صبرانه منتظر ازی بودم که سریال شروع کنم. سری کات مثل الماس. برای سریال صرف توجه میکنیم به چربی سوزی. درباره از اینکه چه رژیمی برای چربی سوزی خوب است، درباره از اینکه چطور رژیم بگیریم، درباره مواد غذایی خوبی که برای چربی سوزی شما میتونید استفاده کنید، درباره نوع تمرین، درباره هوازی، درباره از اینکه چه مقدار هوازی کار کنیم، درباره مکملهای غذایی که برای چربی سوزی خوب هستن و و و و اگر میخوان که ما همراه شیم و این کارا کردن دیگه شروع کنیم، خیلی خوشحال میشم که در اینستاگرام هشتگ کات مثل الماس را همین وقتی که همین ویدیو رو میبینید یک عکس بگیرید و کدام زو هشتگ بانه. و در مرحله اول باید بفهمم که چه قسم رژیم میگیرید. دوست عزیز، اگه این ویدیو رو ببینید سعی کنید که لینکش در قسمت پایین همین ویدیو رو میمانم، میتونید برای خودتان حساب کنید که چه مقدار کالری احتیاج دارین با توجه به مشخصات بدنی خودتان. از خاطر از اینکه رژیم من برای شما کار نمیده، چون ما بدن ما کدام دیگه فرق میکنه. خب بهتر است یک رژیم غذایی خودتان اجرا کنید، اگر نه به هیچ عنوان نتیجه نمیتونید بگیرید. من 3200 کالری احتیاج دارم، مریضی که وزنم ثابت بمونه. من 400 کالری ازش کم میکنم و از امروز 2800 کالری مصرف میکنم. و براتون سمسه نشان میدم که چی چیزا رو میخورم، گرم به گرم هر چیزی خوردم براتون نشان میدم. و در روزایی که ولاگ میکنم، همون تمرینم که انجام میدم، من براتون نشان میدم و سمسه توضیح میدم که این حرکات برای چه قسمتایی هستن. و امیدوار هستم که کدام همراه شوین. خیلی اینستاگرام یادتون نره، زیاد دیگه گپ نمیزنم، میرم از صبحانه شروع کنیم. 100 گرم جو را به همراه 300 گرم شیر، میتونید شیر حیوانی یا غیر حیوانی استفاده کنید. من شیر بادام استفاده کردم. بانید که به مدت 5 دقیقه جوش بخوره و همین تو سمسه میکس کنید. و 50 گرم پروتئین در کاسه دیگه. برای مثال من از پروتئین وی ایزولیت استفاده میکنم که از شرکت مای پروتئین است. و اگر از این کد استفاده کنید در صورت 400 کرون خرید میتونید 30% تخفیف بگیرید. و 25 گرم کره بادام زمینی. و در وقتی زمان حجم هستم بیشتر استفاده میکنم کره بادام زمینی، لیکن حالا که در کات هستم کوشش میکنم که کم ذره چربی خود پایین بیارم. وقتی که جور شد بانت کم ذره و سرد شوم میکستان و بریزین داخل پروتئین و کره بادام زمینیتان. و بعدش هم میتونید رویش میوه یخ زده یا که میوه تازه با توجه به اینکه خودتون چی دوست دارین و کم ذره رویش دارچین مریختم. دوست عزیز، این بود از صبحانه که بیشتر وقتا 90% وقتا میخورم و کالوری از صبحانه 942 بود که از این 942 کالوری 102 گرم کاربوهیدرات، 23 گرم چربی و 65 گرم پروتئین داخلش بود. امروز تعطیل هستم، کار نمیکنم، کم ذره کارهای دیگه دارم که باید انجام بدم و بخیر وقتی که نان قبل تمرین میخواستم بخورم همدیگه را میبینیم. 250 گرم سبزیجات های مختلف هم تو که تصویر میبینید، که 20 گرم روغن جور میکنم، روغن زیتون. و ماهی سالمون از سنجی تقریبا 150 گرم است که از خاطر که ماهی سالمون خیلی روغن داره خودش، به هیچ عنوان احتیاج نیست شما برش روغن بزنید. و اینا رو همراه 150 گرم برنج که وقتی که خام است کشیدومش میخورم. دوست عزیز، نان جورش هم تو دیدین و کالوری از این غذا هست 825 که 116 گرمش کاربوهیدرات، تقریبا 20 گرم چربی و 44 گرم پروتئین داره. این غذا هست که قبل از تمرین میخورم و من این غذا رو میخورم و بخیرم دیگه رو در جیم میبینیم. امروز یک تمرین کمر دارم. کمرم یکی از نقاط ضعفی هست که من دارم و در آن حجمی که هم چند ماه داشتم خیلی کوشش کردم که بهترش بسازم و خوشبختانه خیلی راضی هستم از پیشرفتی که داشتم در این چند ماه. و به صبرانه منتظر هستم از هستم که چربی ها را عو کنم که ببینم چی واقعا جور کردم. من مسابقه که پارسال دادم یکی از دلایل اصلی که من برنده شدم کمرم بود، از خاطر که کسایی که من مسابقه می دادن کمرشان خوب نبود، ولی من به نظر خودم نقطه ضعف بدن من کمرم است. از خاطر از اینکه کمر چیزی بود که من دیرتر شروع کردم از همه قسمت های بدنم شروع به تمرین کردن و از خاطر از دیگه جای بدنم کم ذره عقب تر بود، لیکن دزی تقریبا یک سال آخر رو کمرم خیلی توجه داشتم و اینکه خوشبختانه تانستم خیلی پیشرفت داشته باشم. عکس که اینجا میبینید تاریخش هم هسته و عکس هم عکس تقریبا یک ماه پیش تو چیز هسته که اینستاگرام مانده بودم و اینکه خودتان میبینید که چقدر تغییر کرده. خیلی رو میخورم، تقریبا یک دو ساعت دیگه، دو نیم ساعت دیگه در جیم هم دیگه رو میبینید.
امروز اصلا تمرین کمر یا پشت یا لاتس یا هر چیزی که شما نامش بمونید و کوشش کنید اول یک 10 دقیقه یک قسم تمرین انجام بدین، گرم کنید. برای مثال من بایسکل میدوام صرف از خاطر از اینکه تپش قلبتون کم ذره بالاتر بیارین و خیلی خوب است مثلا تمرین گرم شدین. و یک مشکلی که من همیشه میبینم، مشکلی که خودم داشتم این بوده که وقتی که لاتس تمرین میکنم، وقتی کمر تمرین میکنم، از خاطر اینکه شما لاتس و کمرتون شما مثلا کمرتون نمیبینید، خیلی سخت است که ارتباط برقرار کنید کدش وقتی که حرکت های سنگین و حرکت های اصلی خودتون رو میزنید. از این خاطر خیلی خوب است اگر حرکت مثل از این حرکت بزنید که اگر حرکت پیور اکتیویشن است که اکتیو میکنه و از اونه که میخواین تمرین کنید. خب برای مثال من برای کمر برای لاتس من می حرکت انجام بدم، کوشش کنید دستتون رو بونه دقیق قسمت لاتستون و وقتی پوینت من سمسی حس کنید که لاتستون رو باز پیدا میکنه، این کار باعث میشه که خون داخل عضلاتتون جریان پیدا کنه و وقتی که رفتین حرکت اصلی خودتون خواستین بزنید خیلی براتون کمک میکنه. تقریبا دو ست بزنید، رپش هم مهم نیست تا زمانی که خون سمسی داخل عضلاتتون بیاد و سمسی لاتس خودتون حس کنید و وقت برین حرکات اصلیتون رو بزنید. حرکت بعدی حرکت پولاپس هست و دوست دارید اگه پولاپس نمیتونید بزنید از دستگاهش استفاده کنید که براتون کمک میکنه. اگه او دستگاه رو ندارین کوشش کنید از برای مثال از ریسمان از کش استفاده کنید. اگه میتونید بزنید پولاپس بدون وزنه رپس بالا بزنید. اگه میخواین وزنه بزنید کم زیر رپس خودتون رو پایین تر برید. برای مثال مشون که وزنه میزنم 8 رپس بیشتر نمیزنم و 4 ست میزنم پولاپس. پولاپس خیلی خوب است اگر که خیلی خیلی خوب است، هم به لاتستون فشار اصلی میاره و یکی برای بازویتون هم خیلی خوب است، بازویتون هم خیلی روش فشار میاره که خیلی خوب است. و حرکت بعدی که اینجا میبینید برای قسمت مابین کمر گفته میشه و قسمت ترپستون و دوست دارید اشتباهی که من میبینم همیشه. خب ببینید این حرکت اینجا خلاص نمیشه، شما در حالت معمولی رقم که استاد هستین کمرتون هم رقمی هست، یعنی شما برای مثال مسازی هست که بازو که میزنید رقم بازو بزنید. اگر این حرکت اینجا خلاص کنید کوشش کنید که سمت شانه خودتون رو واسه منو باز بدین، شانه خودتون واسه من تعقب بیارین که عضلات کمرتون سمت اینو باز پیدا کنن و وقتی که او کار کنید دستتون باید از بدنتون عقب‌تر بره. خب تو مرد تصویر میبینید سمت میتونم باز میدم سمت دستم از بدنم عقب‌تر میره. خیلی حرکت خوبی است. اینم 4 ست و بین 8 تا درس میزنیم. و حرکت بعدی دوست عزیز همونطور که گفتم حرکت اول پولاپس که بودش قسمت بازو رو فشار می آوردش، لیکن فرق پولاپس و فرق این دستگاه که هست همه که پولاپس بیشتر به قسمت بازویتون فشار پولاپس هست نامش چیه؟ اما بار فیکس یا هر چیزی که نامش هست. و این حرکت که اینجا میبینید یک حرکت 24 رپسی هست و یک اشتباهی که این رو اول بگم براتون دوست عزیز، شما با توجه به قدتان و درازی دستتان باید دستگاه رو بگیرین. خب خیلی دارم میبینم که از اینجا میگیرم و اینه رقم بزنم، او فایده نداره. شما هر چقدر که دستتان درازتر است باید درازتر بگیرین، لیکن هر چقدر هم که دستتان کوتاه‌تر است باید رو جمع‌تر بگیرین. خب هدفی هست که عضله لاتس ما رو باز پیدا کنه، نه اینکه رو درازتر بگیرین و این رقمی رقمی بزنین. اما تو که دیدیم 8 تا اول گفتم 24 تعداد داره، 8 تا اول دست باز تا پایین و دوست عزیز این رقم این رقم ده. فقط کم ذره خیلی آگه بیرم که قم وزنه سنگین بزنن جایی که این رقمی بیاین دیگه این رقمی بیاین، اون فایده ندارم. 8 رپس دست باز 8 رپس دست بسته و در تصویر دیدیم و همینطور در تصویر ببینید 8 تا همون قسم دستان بسته گرفتیم، لیکن این دفعه برعکس. این از خاطر که تعداد رپسش بالا است، تعداد تکرار حرکت ها بالا است، شما 3 ست که بزنید بس است. اگر حرکت خیلی خوب است و حرکت بعدی اگر حرکت خیلی 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 خوب است بر قسمت پایین لاتس شما دوست عزیز ببینید من عکسی که براتون نشون دادم چند دقیقه پیش اگه دقت کنید من کمرم این قسم بود، کمرم اینجا خالی بود، باز لاتسم شروع میشد، لیکن در عکس دوم اگه دیدین وی تیپرم بدنم تو خیلی هفتی تر شده بود، خیلی تو کلانتر شده بود، از خیلی پایین تر این لاتس ما شروع شد. این حرکت برمزو قسمت پایین پایین لاتس است که او قسمت جا است که من میخوام خیلی داشت بهتر شم و این حرکت خیلی حرکت خوب است و او رم 4 ست بین 8 تا 10 رپس و این حرکت هم حرکت بسیار خوب است بر قسمت لاتستون بر قسمت پایین، تقریبا تا زانویتون باید باشه یا هم
و وقتی که بالا میان کوشش کنید باسن خودتون رو انقباض بدین به سمت داخل. وقتی که اون کار انجام بدین باعث میشه که کمر شما خیلی بیشتر بتونه انقباض پیدا کنه و عضلات پایینی لات شما وقتی که بالا میان دیگه در حالت آتیش باید باشه. خیلی خیلی حرکت خوبی هست، حتما بزنید دیرم. و این حرکت هم بازم در قسمت پایینی لاتس هست. همونطور که براتون گفتم خیلی مشکل دارن، حتی دورین یتس قهرمان 6 سال مستر اولمپیا یک دفعه در یک مصاحبهش گفتش که خیلی ها قسمت بالای کمرشان خیلی خوب است ولی هر چی پایین تر میای بدتر میشه. و دلیلش هم این است که من خیلی اینا رو فیتنس یوتیوبرها رو سعی میکنم، هیچ کس قسمت پایین لاتش برش توجه نمیکنه. از اون خاطر من تقریبا از 3.5 سال که تمرین میکنم، من یک سال قسمت پایین کمر خودم میذارم و ای که حتما توجه داشته باشین که قسمت پایین کمر تان یادتان نره. و این حرکت دوست عزیز از خاطر از این قسمت پایین کمر رو بزنم که کم ذره متفاوت بزنم. همینطور که میبینید یک زاویه 90 درجه رو ایجاد میکنم و وقتی که وزنه رو به سمت بالا میارم، همینطور که میبینید این قسم کوشش میکنم به سمت شکم وزنه رو بیارم. خب برای مثال این رقمی نباشه، تا جایی که میتونید پایین تر و قسمش به قسمت شکمتون بیارید که قسمت پایینی لاتستون کار میگیره. و دوست عزیز مال تقریبا 85 کیلو هستم و از این حجمی که داشتم با توجه به اینکه خیلی مصروفیت شخصی داشتم بازم خیلی راضی هستم از بدنی که جور کردم در مدت چند ماه و به صبر منتظر هستم که چربی خودم رو بسوزانم ببینم واقعا چی جور کردم. من پارسالم قبل از اینکه کاتم شروع کنم 85 کیلو بودم، لیکن به هیچ عنوان بدنم مثل عالی نبود. عالی برای مثال پایم خیلی هنوز کات داره، همونطور که میبینید بدنم کم ذره کات داره و چربی مقدر زیاد نیست، هنوز وی تیپرم هست. من پارسال دیگه شکمم بالکل سمت پوندیده بود دیگه، من هیچ وی تیپر نداشتم. و اینکه کمرم هم خیلی خیلی پیشرفت داشته و خیلی خوشحال هستم و به صبر منتظر هستم که ببینم که چی جور کردم در این چند ماه. دوست دارم بدنسازی نمی حجم بگیر خوراک صحیح بخورم، یکی از دلایل هم هست که دوستان در اینستاگرام اکثر به من میگن باز چربی رفت بالا، باز چربی رفت بالا. خب من به عنوان یک آدمی که طبیعی تمرین میکنم، استروید استفاده نمیکنم، باید نان بخورم برای اینکه عضلات جور کنم. دوست عزیز این بود تمرین امروز. دوست عزیز غذای بعد از تمرین مسته و یک چلی که میتونم براتون یاد بدم این است که ببینید در زمان رژیم شما روغن زیاد نمیتونید بخورید از خاطر کالری روغن خیلی زیاد است. اگه بدید ویدیو قبلی سعی کرده باشید همونطور که براتون گفتم یک گرم روغن 9 کالری داره، چیزی که دقیقا دو برابر بیشتر از کالری پروتئین و کربوهیدرات است. خب از خاطر ما در زمان رژیم باید چربی کمتر بخوریم. و کاری که برای مثال من میکنم است که اگر گوشت مرغ یا برای مثال اینجا که میبینید 300 گرم گوشت فیل مرغ است، من رکده او و کم ذره نمک جوش میدم. وقتی که سمسه پخته شد میگیرم کات میکنم و برای مثال میپرتم کده 20 گرم روغن. این غذا جور شده، این عالمی غذایی که پیش رویتان میبینید 250 گرم سبزیجات است و 300 گرم گوشت سینه فیل مرغ. و ای که دوست عزیز در زمان رژیم کوشش کنید که از گوشتایی که چربی زیاد ندارن استفاده کنید. برای مثال ما حالی چون اول رژیم هسته، هم تو که صبح دیدین یک گوشت سالمون خوردم، گوشت مایکو خیلی چربیش زیاد است، لیکن طبعا حال کالوریم زیاد است، 2800 کالوری واقعا کم نیست و حالی میتونم اوقع بخورم، لیکن کم ذره که دایتم پیشتر رفت، یعنی کالونی و کرچ خواهد که کمتر شد و وقت دیگه نمیتونم او 2800 تا دیگه بر من باید خیلی کمتر بخورم، از خاطر گوشتای چرب بجرمان نمیتونم بخورم. این 250 گرم سبزیجات، 300 گرم سینه فیل مرغ، 20 گرم روغن و 150 گرم برنج که وقتی که خام بود کشیدم، اینا را من دو وعده میخورم. همونطور که میبینید این یک وعده غذای من است که بعد تمرین میخورم و نصف از این غذا را برای یک وعده دیگه من است که بعد تقریبا یک دو ساعت سه ساعت بعد از این غذا میخورم. و دوست عزیز همونطور که دیدین زیاد کار سختی نبود و تنها کاری که باید بکنید است کالری خودتون حساب کنید. دوست
دوست عزیز، ای هم از نان بعد از تمرین و کالوری از این غذا هست 1055 از 1055 تا 118 گرم کاربوهیدرات، 30 گرم چربی و 80 گرم پروتئین داره. و همونطور که صبح براتون گفتم هدف ما امروز 2800 کالوری است که ما 2822 کالوری خوردیم امروز با این غذایی که تا حالا دیدیم، که 188 گرم پروتئین بود. من تقریبا 180 گرم پروتئین میخورم، 344 گرم کاربوهیدرات بود و 58 گرم چربی. و یکی دیگه همینجا ازتان میخوایم خداحافظی کنم و ازتان تشکر میکنم که اگه تا اینجا که همراهی کردیم و ویدیو رو سایر کردیم، یک جان تشکر. امیدوارستم که ویدیو مورد پسندتون قرار گرفته باشم. روی همزی دایره که برین یک تا باتن دیگه باز میشه، اما باتن سرخ اگه کلیک کنید به چنل سابسکرایب میشه. یک جان تشکر که ویدیو رو سایر میکنیم. تا یک ویدیو دیگه، خداحافظ.